سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ چیکارا میکنین؟ خدا رو 100,000 مرتبه شکر که شما شادین، سلامتین. ما هم که حال میکنیم، لذت میبریم، کامنت ها رو میبینیم، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین یا همون دکمه مشترک شدن رو میزنین. فوق العاده است، همه جوره فوق العاده است. امروز اومدیم با یه دونه ویدیو پرسش و پاسخ زمستون گذرنی، یه دونه شورت ویدیو گذاشتیم. شورت ویدیو یعنی ویدیو کوتاه. چند روز پیش تو اپلیکیشن موبایل اون بالا ویدیوهای 1 دقیقه کوتاه میاد، معلومه توی موبایل اگه دارین نگاه میکنین، تو کامپیوتر که میزنه شورت ویدیو میاد اون بالا هستش، شما میزنی اولی دومی نگاه میکنین. اونو تو اون نکته‌های خیلی ریزی میگیم. تو اون یکی از اون ویدیوهای آخری که گذاشتیم برای ویدیو کوتاه گفتیم که آقا هر سالی برای زمستون گذرنی داریم، بپرسین. ما یه ویدیو درست میکنیم، پرسش پاسخ میکنیم. فکر میکنم دومی، سومی یا همین دو سومی چهارمین ویدیوی پرسش و پاسخ باشه. خب بریم اولین سوالو بخونیم. سلام استاد، ببخشید میشه از ترتیب قاب‌ها در زمستان کلیپ درست کنیم و چطور کندور گرم نگه داریم؟ برای ترتیب قاب‌ها بچه ها، این که زیاد نمیتونیم ما بیایم مثلا این قاب مثلا بگیم مثلا گرده رو اول بذاریم، اینو برداریم بذاریم اینجا، اینو برداریم بذاریم اونجا. نه، شما بیاین تا جایی که زنبور تخم میریزه، نگه دارین، بقیه‌اش قاب عسل بذارین نسبت به جمعیت، بذارین تمام. نمیخواد این از این ورداری بذاری تو اون، اون از اون ورداری بذاری تو این، اصلا این کارو نکنین. پس نسبت به جمعیت شما جوری که زنبور از نگاه کنین چپ به راست داره کار میکنه، احتمال داره راست به چپ باشه، ولی بیشتر موقع از چپ به راست. هر جور که داره کار میکنه همونجا تا جایی که جمعیت هستش فشرده کنین. بعدا نمیشه چطور گرم نگه داریم؟ برای مناطقی که مشکل نره، برای مناطقی که خیلی سرده، اینو من بگم، برای مناطقی خیلی سرده، یعنی اینکه دما زیر صفره، منطقه ما زیر صفر نیست، من کفی کنده‌ها رو نمی‌بندم. منطقه شما هم بودم من کفی کنده‌ها رو نمی‌بستم، ولی دلیلش رو میگم چرا ببندیم. ببندین کفی کنده‌هاتون رو موقعی که خیلی سرد میشه و دیگه ورش ندارین، یعنی اینکه هی وردار بزار نکنین. اگه هم خواهیم ببندین از الان ببندین کفیشون رو، که آقا اگه اتفاقی افتاد نندازین گردن کفیه، بگین آقا کفی رو نذاشتیم، آقا رامسرهانی گفت کفی بنذارین زنبورای من یه چی بشه، بعدن داستان میشه، گردن ما نباشه. پس از الان کفیه رو بزنین اگه دوست دارین، داره هوا سرد میشه بذارینش، کفیه بذارین. این برای گرم کردن، فشرده سازی خودش گرم کردنه. اگه 10 قابه که هیچ، 8 قابه، 9 قابه، اینا زنبورای قوی هستن، زیاد احتیاج نره. ولی اگه مثلا 4 قابه، 5 قابه، یه فضای خالی پیش میاد توی کندو، یعنی یه طرفش خالی میشه. درسته بچه ها؟ برای اینکه این فضای خالی رو پر کنین، من خیلی جا دیدم مثلا یونولیت میذارن اون تو، مثلا دیگه بگم یه کیسه پوشال میذارن این تو، خیلی کار دیگه بعد ابداعیه. بعدا برای گرم نگرداشتن یه راه دیگه هم هست بچه ها، بیایم این کندو رو متوجه بیایم بچسبونیم، نگاه کن فاصله خیلی مهمه، نم نم ها. این کاری که میگم نم نم، مثلا مثل ماست، اگه زنبوراتون اینو نم نم روزی 10 سانتی بیاریم بچسبونیم به هم، داره هوا سرد میشه، زنبور دیگه بیرون نمیاد، بیایم یه نم نم بچسبونیم به هم. وقتی بچسبونیم به هم سرما کمتر واردش میشه، اینا که میچسبن به هم خوشه این منطقه مثلا درست میشه، مثلا اینو بچسبونم به این خوشش این منطقه درست میشه، همه زنبورا میرن یه طرف. اینجوری هم بهتره برای زنبورا، هم زنبورا میتونن گرم نگه دارن. یه راه دیگه هم هست برای گرم نگه داشتن، که زنبور رو قنداق میکنن با پلاستیک، روش و دورش رو قنداق میکنن که هوای سرد بهش نره، که این هم خیلی جالبه. چون منطقه ما سرد نیست، من تجربه منطقه سردسی رو ندارم، من منطقه ما معتدله، یعنی دیگه شاید مثلا اینجوریه که مثلا امکان داره مثلا توی مثلا زمستون چند بار دما به زیر صفر برسه، ولی خیلی کوتاهه، برای من زیاد باشون کاری ندارم. ولی منطقه‌ای که سردسر، شما میتونید برید از زنبورداری منطقتون سوال کنین که میگن آقا چه کارایی میشه کرد. اینا که من گفتم کارهایی که من دیدم و تجربه کردم، از بچه‌ها مثلا تجربه بچه‌ها دیدم، اینکه با پلاستیک دور کندو رو می‌بندن که سرما بهش نفوذ نکنه. اون کافی هم که گفتم بذارین حتما. خب بریم. اشکال نداره که زمستون کندو زیر برف و بارون باشه؟ نه اصلا، کندو برای زیر برف و بارونه دیگه. برای چی اینو رنگ میکنیم؟ روش روغن جلا میزنیم یا نانو میزنیم یا هر چیز دیگه که آب بهش نفوذ نکنه؟ برای چی روش حلب میزنیم که بارون میخوره توش نفوذ نکنه،
زیر برف و بارون هم میتونین بذارین، چون که شما نمیتونین اینو تکون بدین، اصلا کندو نمیشه تکونش داد. کندو الان که اینجا هستش دیگه، قبل از این که کندو رو تهیه کنین یا قبل از این که کوچ بیارین، شما باید جای کندو رو تعبیه کنین برای زمستون گذرونین، که این میخواد 6 ماه همین تیکه باشه و تکون نخواهد داد. نمیخواین بدینش دیگه، همینجا باید باشه. سلام، میخواستم ببینم میشه از الان خمیر شیرین بذارم تا بهار؟ آیا خراب نمیشه؟ زمستون خیلی سرده، ما تو مرند هستیم. مرسی. منطقه سردسیر بچه ها، زنبور که به خوشه بره مصرفش تا مقداری میاد پایین. وقتی که خوشه بره عسل داره، اولین کاری که میکنه شروع میکنه به عسل ها رو خوردن. نگه تا زمانی که ما خوشه هستش، عسل هستش، اگه خیلی سرده مصرفش پایینه، نه اینکه زیر منفی 20 درجه اونجوری مصرفش میره بالا، تا مثلا نمیدونم 10 بود، 10 درجه زیر، 5 درجه زیر صفر، این زنبور حالت خوشه‌ای داره که مصرفش کمه. عسل‌ها رو کم کم میخوره، مثل یه توپه، کم کم عسل‌ها رو میخوره تا زمانی که عسل‌ها رو به اتمامه، یعنی اینکه عسل مثلا 40% خورده شده، 50% خورده شده، اون موقع خمیر شیرین اونم نزدیک بهار براش میذارن. شما باید بیشترین کاری که میکنی الان عسل مورد نیاز کندو رو تامین کنی. چجوری؟ با شربت دادن اون عسل کامل تامین بشه که زمستون گذرونی راحتی داشته باشین. اینقدر هزینه نکنین خمیر شیرین بخرین بدین بهش که زمستون گذرونی کنه. سلام استاد، یه سوال، الان تمام قاپای عسل یه طرفش پره، تبریک میگم، من چطوری فشردش کنم؟ باید عسل از بیرون تهیه کنم واسش بذارم؟ من از سوال این دوستمون متوجه نشدم، فکر کنم فشرسازی رو اشتباه گرفته یا اینکه متوجه نشدم. خب یه طرفش پر، شما شربت میده اون طرفش هم پر میشه، طبیعیه، باید پر بشه. فشرده کنین که من ویدیویشو گذاشتم فشرده کردم، باز یه ویدیو دیگه میخوایم بگیریم برای فشرده کردم. بچه‌ها از چپ به راست جمعیت، اگه 10 قاب همه قاب ها زنبور روش پر کیپ تا کیپ باشه، یعنی اون قابو نباید برداریم. باشه، این دیگه از این ساده تر چجوری بگم، از این ساده تر نگاه میکنیم آقا چقدر جمعیت داره، مثلا 10 قاب جمعیت دو طبقه، میایم اینو یه 10 قابش میکنیم، چجوری مثلا 14-15 قاب بالاست، این جمعیتش کم میکنیم میاد رو 10 قاب. اگه 10 قاب جمعیت داره پایین، مثلا 7-8 قابش زنبور داره، میایم 4 قابشو برمی‌داریم، 6 قاب بمونه که زنبور تمام قاب‌ها رو بگیره. این میشه فشرده سازی، چیز عجیب غریبی هم نیستش. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من الان کندو هم دیگه عسلشون بیشتر قابا پر شده، حالا کندوی من دو طبقه، من اومدم قابای اصلی رو بالا گذاشتم و 3-4 قاب پایین، می‌خواستم بدونم خوبه یا نه. نه خوب نیست، این چه حرکتیه؟ من تا حالا ندیدم مثلا ما بیایم قابای اصلی بیاریم بالا، چه قابایی بدن پایین بذاریم، تا حالا ندیدم. از نظر من که درست نیست که ما بیایم قابای اصلی بیاریم بالا بذاریم قابای اصلا. این زمستون گذار، این نمیدونم این روش کیه، از نظر من درست نیست، شاید روش یه نفر باشه که جواب گرفته باشه، ولی به نظر من همین کندو رو شما 10 قاب پرش کنی، پر از زنبور باشه، خیلی بهتره تا اینکه ما بیایم از دوباره اینا رو عزیزت کنیم بیاریم تو طبق بذاریم، از طبق بعد خوباش مثلا تخم رو بیاریم بالا بذاریم. ببین اصلا این کار درستی نیست به نظر من. حالا یکی کار میکنه، تجربه داره میدونه، ولی من تا حالا همچین چیزی ندیدم. درود بر شما، برای رادمه دوستان کانال میشه یه سال درباره گلدهی درختان میوه گفتن، مثل درخت ازگیل منطقه یا درختان دیگه، اینطوری دوستان بهتر متوجه راهنمایی شما بزرگواران میشه. ما یه دونه ویدیو فکر کنم آقا پیام برای گلها ساخته، البته میوه رو هنوز ویدیوهاش نساختیم که چه زمانی درخت ها گلدهی میکنن، ولی منطقه ما که امروز نمیدونم 14 مهره درخت ازگیل توی شمال رامسر، من شهرهای دیگه نمیدونم، چون رامسر کلن متفاوته با کل ایران، شروع کرده به گلدهی و زنبورسازی میکنیم با گل اون، یعنی عسلشو برداشت نمیکنیم، زنبورسازی میکنیم باش. و الان تو 14 مهر هستیم، درختان پرتقال اشتباه گرفتن و گل دادن. این اشتباه به خاطر هوای خیلی خوب بهاری، وگرنه گلدهی اینا برای اردیبهشت ماه درختان پرتقال. حمید خان
کوه پای کار خیلی مخلصیم. سلام، وقت بخیر. قربون شما. میگه که ممنون، تشکر کردن. لطفا در مورد زیر راهنمایی، محل قرارگیری کندوها، جهت قرارگیری کندوها، نحوه پوشاندن کندوها. خب اینو بگم اول، محل قرارگیری کندوها. بچه ها اینجور که میبینید محل قرارگیری کندوها، مثلا ما سیستم ما رو داریم میبینید، ما براشون آهن درست کردیم. خب این حل، اصولا رو زمین نمیذارن کندوها رو. اونایی که کوشه زیاد میدن، زنبورای زیاد دارن میرن تو دشت، قضیهشون فرق داره. من برای بچهای خودمون که تازه کارن یه عده، یا که کندوداری خونگی دارن، یا دارن کندوداری مدرن کوچولو برای خودشون دارن، میتونی رو بلوک بذارین، یه ذره ارتفاع از زمین داشته باشه که رطوبت اذیت نکنه چوباشو. منطقه‌ای بذارین که بادگیر نباشه. یعنی شما باید قبل از خریدن همه اینا رو تعبیه کنین، یعنی از سمتی نباشه که باد بره داخل کندو، بهترین کاره. سمت نور خورشید بذارین، یعنی طلوع خورشید بهترین. ما الان گذاشتیم سمت شرق، اولین جایی که طلوع میکنه زنبور میاد بیرون. ولی این دلیل نمیشه که حتما طلوع شرقه. این دلیل، این به منطقه ماست. مثلا بچه ها، مثلا میای میذاری سمت شرق، سمت یه نوریه، سمت یه چراغ برقیه، سمت یه خونه است، این زنبور میره سمت اونا و این اصلا جالب نیست. اونجوری باید یه سمتی بذاری که تاریک باشه، شب باشه، چون که نور میتونه باعث بشه که زنبور بهش واکنششون بده، بره سمتش تو شب. جایی که شما میذارین شب اگه تاریک شد، یه جایی باشه که نور نباشه، سمت تاریکی باشه. نحوه پوشاندن کندو نمیدونم ما که اول بین این چی بگم، بچه ها میپرسن که چرا شما گودرینا پلاستیک گذاشتین روی، مثلا کف بسته ها نذاشتین، چرا خودتون میگین پلاستیک، چرا خودتون پلاستیک. بچه ها کف بازا باید روشون پلاستیک باشه، کف باز باید روش پلاستیک باشه، پلم باشه درش که هوا رد و بدل نشه. پوشاندن، ما روش حلب میزنیم، حلبه، حلب هم باعث میشه که زیر چوبه، باعث میشه که سرما گرما زیاد نفوذ نکنه بهش. روش رنگ سفید زدیم که نور تابستان ازش نکنه، گرمای تابستان. برای پوشاندنش، من که روی کندومو نمیپوشونم، ولی یه سری توی شهرهایی که خیلی سرده روشو مشما میگیرن، من اینی که من دیدم. خب فشرده سازی، ویدیوشو درست کردیم، گذاشتیم، میتونیم بریم ببینیم. مقدار عسل و خمیر شیرین، بچه‌ها مقدار عسل هر قاب 2 کیلو، درست همه جا 2 کیلویه، نه تقریبا 2 کیلو، بیشتر داشت اشکال نداره، کمتر نداشته باشه. خمیر شیرین، خمیر شیرین الان وقتش نیست دادن. خمیر شیرین رو ما زمستون میدیم، زمانی که عسل رو به کاهش غذا میدیم، زمانی که تخریزی شروع میشه نمیشه شربت داد، بهش خمیر شیرین میدیم. ساخت خمیر شیرین ویدیوشو حتما میذارم، هنوز زوده، درست کردنشو میذاریم. تغذیه در زمستان، تغذیه قبل زمستان داریم، یعنی اینکه ما تو زمستون تغذیه نداریم، فقط تنها راه تغذیه تو زمستون خمیر شیرینه. اونم در من موافقش نیستم، ولی شما حالا بچه‌ها خیلی‌ها میگن، اساتید میگن که مثلا بعضی خمیر شیرین میذارن تو زمستون، من موافق نیستم. من میگم که آقا شما عسل مورد نیاز کندو رو تامین کن، درست عسل داشته باشه، احتیاج به خمیر شیرین نمیرسید. تا جایی که زنبور کم میشه غذاش، شما خمیر شیرین میذاری براش. تغذیه در زمستان گفتم، از گونی استفاده کنیم یا نایلون؟ برای کفواز که باید حتما نایلون باشه، گونی هوا میکشه. بچه این قضیه خیلی سلیقه‌ایه، خیلی سلیقه‌ایه، خیلی سلیقه‌ایه. من برای این عقیده هم که روی کندو احتیاج نیست چیزی گذاشتن، ولی بعضی موقع میذارم. الان مثلا برای بعضی از کندوهای ضعیف مثلا پارچه گذاشتم. چرا گذاشتم؟ به خاطر که زنبورمون غارتی شده بود، از لای درزاش میرفت داخل زنبور غارت میکرد، من پارچه گذاشتم. این که گونی بذاریم نذاریم خیلی سلیقه‌ایه، خیلی به مکان ربط داره، به سرمای محیط ربط داره، به کندوهای تمیز و کهنه و اینا ربط داره که میذارن. من موافق نیستم، حالا هر کی دوست داره بذاره. این پلاستیکام برای اینکه کف بازه، باید گذاشته بشه. نحوه بازدید در زمستان، اگه میخواین زمستون بازدید کنین کندو رو، خب بالاخره هر چند وقت یک بار یه نگاه میکنین ببینین اصلا چیزی توش هست، غذا دارن غذا ندارن. یک روز آفتابی، دم ظهر یک روز آفتابی که یه مقدار دما بالاتر از روزهای دیگه است، انتخاب میکنین برای این کار. نحوه بازی زمستون، دریچه باید تا چه حدی باز باشه؟ گفتم که اندازه یک زنبور رفت آمد بشه، اونم در زمستون. دریچه رو بپوشینیم، مقدار باز باشه خوبه یا همون فلزی کافی؟ همون فلزی کافیه به نظر من.
زیاد نگرانی نره. از وقتی که صرف میکنید سپاسگزارم. قربون شما، خیلی مخلصم. خب بریم سوال بعدی. خیلی طولانی شد، اگه یا یه سوال دیگه هم بخونم. ما توی منطقه زندگی میکنیم که هوا تو زمستون خیلی سرده. بعضی موقع هوا منفی 10 درجه میشه، بیشتر هم میشه، یعنی کمتر هم میشه، امکان داره مثلا تا 20 درجه زیر صفر هم برسه. بعضی موقع میخواستم بدونم باید چیکار کنم. من از خارج کشور زندگی میکنم، خیلی مخلصم. میدونم که بچهای خارج کشور خیلی زیادن تعدادشون و خیلی هم دوستشون داریم. اینجا زنبورداران کندو رو فشرده میکنن، کندو 10 قاب میرسونن به 4 قاب حداقل، بعدش یه گونی نخی میذاره توی کندو و 4 قاب رو میپوشونن، بعد روی گونی 2-3 تا روزنامه میذاره، بعد از اون علف برنج میذاره توش تا زمستون گرم بمونه. من خودم امسال دیدم که با این روش زنبور تونست منفی 12 درجه رو تحمل کنه. زنبور خیلی تحملش زیاده، به شرطی که شما فشرده شونی. یعنی به نظر من فشرده سازی تنها راه مقابله با سرماست. اونا میرن تو خوشه، تو خوشه خیلی دما رو میتونن تحمل کنن. این به نظر من کار قشنگیه، این که دوستو میگه داره تجربهش هم به ما میده. آره، اگه شما هر چقدر قواشو کمتر کنی، فشرده نزیاد، فشرده چون چند مرحله داره. الان ما یه فشرده میکنیم مهر ماه، یه فشرده میکنیم آبان ماه که در زنبور آخرین بار میبندیم. شما چند بار باید فشرده سازی کنید؟ میخواستم بدونم آیا این روش خوبه یا آیا روش دیگری هم وجوده. با تشکر از زحمات شما عزیزان، واقعا خیلی کمک میکنین درست کردن این ویدیو، ازتون ممنونم. خیلی ممنون دوست عزیزم. این که من الان گفتم اگه میشه یه کار دیگه هم کرد، به جایی که خیلی یاد دیدم منم پارچه میندازن رو زنبور که خنک بمونه، گرم بمونه، من میگم مثلا اینقدر مثلا زنبور خالیه، میتونین یونیلیت هم استفاده کنید. دیدم مثلا گذاشتن، یا مثلا توی مشم پلاستیک و این یه تیکه رو پر کردن، هر جور شده پر کردن. حالا شما هر چی دوست داری، من بگم الان یونید یه چیزی بشه بعدن داستان میشه، هر چیزی میتونیم بذارین که این یه تیکه رو پر کنین. با ساقه برنج موافق نیستم، با یه چیزی بذارین که ساقه برنج چیز خوبی نیست. سلام، من میخواستم بدونم که اول شما میگید که فشار سازی خب وقتی تعداد قاب ها رو بخوایم کم کنیم، کمتر از 10 قاب بشه، سرمای زمستون صدمه میزنه به کندو. برای کم کردن باید از قاب های اصل باقی مونده کم بذاریم، پس غذایی نمیماند برای زمستون گذرانی. اینجا داستان همینجاست، خیلی از دوستان که اشتباه میکنن همینجاست. شما مثلا یه کندوی 10 قاب داری که بازه، هنوز هوا گرم بازه، شما وقتی زمستون سرد میشه این کندو جمع میشه، میاد میکشه 5 قاب، میشه 6 قاب، میشه 7 قاب. شما باید این 2-3 قاب رو وردارین. یک دلیلشو بگم، روی این زنبور نمیره، معدن جک جونو ور میشه، معدن پروانه مومخار میشه، معدن زنبورای زرد میشه، امکان داره بهش فشارده بشه اینجا بیاد تو این 3-4 قابی که اضافه هستش، میتونه زنبور زرد بیاد اینجا رو غارت کنه، میتونه خیلی اتفاقات دیگه بیفته، میتونه اونجا اگه گرده باشه اون گرده خراب بشه، بپوسه و فاسد بشه. پس ما میایم این 2 قاب اضافه رو ور میداریم و بقیهش رو عسل درست میکنیم، یعنی اینکه ما به شربت میدیم که بقیه عسل درست بشه. این طبیعیه دیگه. من چجوری بگم بچه، یکی از کندوهای من کفازه، من تو کشوری هستم سرما به 30 درجه میرسه، زیر صفر منظورت دیگه. برای زمستون ما کندو رو ایزوله میکنیم. خب درسته، همه اینا درسته، کار درستی داره میکنه. فومش با فوم و پشمشیشه به نظر شما کندوی کفا صدمه نمیخوره؟ من پشمشیشه رو نمیدونم، فوم شاید جواب بده، ولی پشمشیشه رو نمیدونم. ممنونم فیلماتون، من تجربه کافی نداشتم و الان 1 سال کامل بدون هیچ تجربه قبلی گذراندم، 3 کندو رو به 5 کندو تبدیل کردم، حالشون هم خوبه، براتون آرزوی موفقیت بیشتر میکنم. عالیه، خیلی مخلصیم، خیلی ممنون. سوال زیاده دیگه، نمیشه. این آخرین سوال رو میخوام توضیح بدم. اگه دما خیلی پایین 30 درجه، شما کف کندو رو ببند، فشرده بکن، هیچیش نمیشه. عسل مورد نیازش تامین باشه، هیچیش نمیشه. همیشه هم عالی میمونه. فکر میکنم این سوالا خیلی هاشو ویدیو درست کردیم دیگه براشون. این سوالا زیاده، من دیگه همین چند تای خوبشو من تو اینا جدا کردم که برای بچه‌ها توضیح بدم. خیلی مخلصیم، خیلی دوستون داریم. ویدیوهای قبلی رو ببینین، حتما بهتون خیلی آگاهی میده. خیلی مخلصیم، فدای شما. ان شاء الله همیشه شاد باشین.